سلام، من مریم هستم، اینجا پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار در رابطه با الیزابت تیلور ایران، خانم کتایون امیر ابراهیمی و حواشی زندگیش. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه یه لایک رو بزنید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید زنگوله کنارش رو بزنید. 82 سال از عمرش میگذره و هنوزم زیباست. اسمش کتایون امیر ابراهیمیه. مادرش روس بود و پدرش مهندسی که برای ساخت و ساز به شهرهای مختلف میرفت و به همین دلیل کتایون در سنندج به دنیا اومده، اما سنندجی نیستش. کتایون امیر ابراهیمی متولد سال 1318 در سنندج، بازیگر سینما و تلویزیون، فارغ التحصیل دیپلم هنرستان فنی شاه‌آباد تهرانه که از سال 1342 با فیلم سینمایی کارش را شروع کرد و حالا دو فرزند ساکن در فرانسه و آمریکا داره. پدرش کارمند وزارت خارجه و از نوادگان امیرالعمرای کرمانی بود و وقتی به باکو رفته بود با مادرش آشنا شد و با او ازدواج کرد. مادر ایشون اهل باکو بود و تحصیلاتش رو در شوروی گذرونده بود. ایشون در رابطه با ازدواج پدر و مادرش میگه: پدرم به باکو رفته بود و در اونجا با مادرم آشنا شد و خواستگاری کرد. مادرم در شوروی تحصیل کرده بود و چون مدرک دانشگاه باکو در آن زمان معتبرتر از مدرک تحصیلی دانشگاه‌های ایران بود، بعد از اینکه مادرم به ایران اومد به عنوان دبیر ورزش مشغول به کار شد. زمانی که پدرم در سنندج کار مهندسی ساخت یک پل رو بر عهده داشت به دنیا اومدم، تا اینکه از 12 سالگی بعد از سالها زندگی در شهرهای مختلف ساکن تهران شدیم. فرزند اول خانواده هستم و دو خواهر و سه برادر بزرگتر از خودم داشتم. در زمان دبیرستان مامانم معلم ورزشمون بود و من تو تمام مسابقات پینگ پونگ و والیبال شرکت می کردم. یه مدت هم در تیم فوتبال پسران مدرسه ارامنه بودم. همون ایام تحصیل در مقطع متوسطه توسط معلمش آقای وحدتی با عرصه بازیگری آشنا شد، اما در عین مخالفت پدرش اولین بار در تئاتر بر روی صحنه رفت. کتایون در سال 1335 وقتی 17 ساله بود به عقد یکی از اقوام نزدیکشون درآمد. همسرش تحصیل کرده ی سوئیس و نوه معتمد الدوله از بستگان ظل السلطان حاکم اصفهان پسر ناصرالدین شاه بود و کارخانه نون ماشینی داشت. ثمره ازدواجشون دو دختر به نامهای نیلوفر و نازیه. امیر ابراهیمی سال 1342 در 24 سالگی با فیلم تار عنکبوت جلوی دوربین رفت و ظرف 3 سال 25 فیلم بازی کرد و به گفته خودش اون زمان صندوق عقب ماشینش پر از لباس فیلم هاش بوده. سال 1349 بازی ایشون در فیلم حسن کچل علی حاتمی شهرتش رو فراگیر کرد که برای بازی در این فیلم 10,000 تومان گرفت، اما فروش این فیلم 9 میلیون تومان بود. کتایون امیر ابراهیمی تا سال 1352 نزدیک به 50 تا فیلم بازی کرد، تا اینکه با وقوع انقلاب اسلامی امکان هر نوع بازیگری یا فعالیت از وی سلب شد. زمان گذشت تا اینکه سال 1380 بعد از حدود 27 سال با سریال بدون شهر به تلویزیون برگشت. سپس در سریال کوچه عقاقیا به کارگردانی رضا عطاران حضور داشت. بازی ایشون سال 1381 در سریال طنز من یک مستاجرم به کارگردانی پریسا بختاور در نقش زمان خانم خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفت. کتایون با وجود اینکه در تمام این سالها میتونسته خارج از ایران و در کنار فرزندانش باشه، اما هیچ وقت ایران رو ترک نکرد و در این رابطه میگه: در تمام این سالها دوست نداشتم از محل زندگی مدت طولانی دور باشم. هر جا سفر کردم بیشتر از 20 روز نموندم و برگشتم تهران. عادت کردم و دوستش دارم.
از شهرهای ایران چون شوهرشون اصفهانی بوده اصفهان زیاد می رفتن و البته شیراز و بندر انزلی رو هم دوست دارن. از مناطق اطراف تهران میگون و فشم رو برای تابستان می پسندن و از شهرهای خارجی هم از لندن و هوای بارونی و مهالودش خوششون میاد. از رامبد جوان به خاطر نوع نوشتن اسمش در تیتراژ فیلم ورود آقایان ممنوع گله‌مند و میگه برای من هیچ احترامی قائل نشد، اسم من رو در انتهای تیتراژ آورد. البته که نقشم کم بود اما فقط دلگیر شدم. از قبل فیلم شمسی پهلوان در سال 1345 با فروزان قهر بودن، چون یه روز دیده پشت سرش چرت و پرت میگن و کتایون از پشت در شنیده و به آقای اخوان گفته به این خانم بگید به من نزدیک نشه چون ممکنه باهاش درگیر شم و این قهر تا زمان مرگ فروزان ادامه داشت. در رابطه با بعد از انقلاب و دیدار با آقای خمینی میگه بعد از انقلاب به پاریس رفتیم که آقای خمینی اونجا بود و خیلی دلم میخواست ایشون رو ببینم، اما متاسفانه یه عده دورش رو گرفته بودن و نمیذاشتن که آدم نزدیک اونجا بشه. در رابطه با شباهتش به الیزابت تیلور اشاره میکنه به اینکه در اون سالها خیلی ها به من میگفتن شبیه الیزابت تیلور هستی و حتی آقای مرتضی اخوان به من گفت تو از تیلور هم زیباتری و من در جواب گفتم هندونه شریف آبادی زیر بغل من نذارید. اما خانم امیر ابراهیمی عزیز چند سالی میشه که به بیماری سرطان سینه دچار شده و به همین خاطر مجبور به جراحی نیز شدن. با آرزوی سلامتی برای این بانوی عزیز. از جمله آثاری که ایشون در اون ایفای نقش کردن میتونیم به ورود آقایان ممنوع، ارتباط خانوادگی، تهران در جستجوی زیبایی، بازنده بعد از انقلاب و نبرد عقاب ها، بوسه بر لب های خونین، معشوقه، آتش و دیگر آثار در قبل از انقلاب اشاره کنیم. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین پست با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.